سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به اولین ویدیوی آموزشی در این کانال. من میثم طاهری هستم و امروز میریم که با مسئله نقاشی آشنا بشیم. خب اگه ما تازه کار هستیم، تا حالا نقاشی نکردیم و دوست داریم یه نقاشی چهرهی، برای مثال همچین چهرهی رو نقاشی بکنیم یا چهرهای متفاوت دیگه ای که مثلا بیاییم کودک رو نقاشی بکشیم، یه چیزای متفاوت داری رو یا همچین حالت ده. یا فقط بخوام یک چشم رو نقاشی بکشیم، چطور همه اینها ممکن است؟ داخل شروع این ابزارالات رو کلن اصلا نیاز نداریم و همچنین یک، دو، سه، چهار، پنج، شش پاکون هم نیاز نداریم. یا اینو با این میتونیم جاشن تعویض بکنیم. خب یک تراش این ابزارات نیاز داریم. خب اینا چی هستن؟ این یک مداد، اگه دوربین فوکوس کنه روشه، هاشپی هستن. مداد هاشپی که هست یک مداد بسیار محکمی هستن. گرافیت داخل از خیلی محکم هست. خب یک چیز دیگه هم هست که خیلی مهمه که ما رو نیاز داریم، میشه یک دانه زیر دستی. و این زیر دستی به شکل اگه داشته باشیم بسیار عالی هست، چرا که نقاشی خودش این طرف اون طرف جا به جا میکنه. زیر دستی ها، یک زیر دستی از مثلا به اندازه های متفاوتی وجود دارن. 50x70 برای برگهای 50x70، ولی خب حاشیه دارن یک متر بزرگتر هستن. این ای زیر دستی هست مخصوص برگه های A3 هست. آره، خب ما رو فلنتر میذاریم اینجا زیر دستی ما رو و یک برگه رو میگیریم میتونیم داخل اینجا. خب همطور که میبینید زیر دستی خیلی راحت میتونه برگره اینجا محکم نگه دارم و ممکن به خیال راحت روش کار بکنیم. خب این مدادشون توضیح میدادم که گفتیم یک مداد HB هست یا روش نشته HB، یکی از دونیمه، ولی خب محکمتر از این هم وجود داره که هرچی فشار بدید هیچ رنگی نمید، ولی ایره من متناسب میدارم برای نقاشی کردن که نه خیلی نرم است نه خیلی محکم. خب ببینیم که داخل چه تولرانسی امیداد کار میکنم. وقتی که من با تمام فشار روی از امیداد فشار بدم چقدر رنگ از خارج میشه و ملایم ترین فشاری که بدم چه سایه‌ای میتونیم با ایجاد بکنیم. خب من از ملایم شروع میکنم به یا بذار از سفت به ملایم شروع کنیم. بیشترین فشاری که من میتونم بیرم، اگه بیشتر فشار دیم میداد میشکنه. با فشار دست هاشو رو کمتر و کمتر میکنم، فشار دست خود رو کمتر میکنم. همطور که میبینید یک سایه بسیار تیره میشه با این ایجاد کرد. این چه میدادی بود؟ HB. اولی میدادی که ما نیاز داریم و با این میداد دیگه چه کارهایی میتونیم بکنیم و کجا هاییم به درد ما بخورد. وقتی ما یک نقمچه نقاشی بکشیم، بخوایم بکشیم، ما نیاز داریم که دور صورت ها بگیم که اینجا دور بر صورت هست، چشم اینجا اینجا میاد، ابرو جای دهن، جای بینی، جای زبان، جای گردن و بدنه. با این مداد ما میتونیم این جاها رو مشخص کنیم. تا که اینجا میبینید یک خط بسیار ملایم کشیده شده و ای باقی مانده ای از این نقاشی هست که
داخل قبل از اینکه ما بکشیم، قبل از اینکه ما شروع کنیم این چتر بکشیم، از این مداد استفاده کردم و خطوطی که از این مداد باقی مانده خیلی ظریف است و ملایم است، باید خیلی دقیق نگاه کنه تا آدم اونا را ببینه. پس این خیلی راحت اینا پاک میشن که هنوز پاکشان نکردم. بعد از اینکه پایه نقاشی و جای نقاشی رو مشخص بکنیم، از این مداد استفاده میکنیم. مداد بعدی که میخوام دارتون معرفی بکنم B5 است. مداد B5 بهتر است که B6 بگیرین، چرا که یک مقدار تیره تر است و نه خیلی تیره یا نه خیلی روشنه، ساده اگه گفته باشم. خب این میداد چه ظرفیت هایی داره و حالا تیرگی ها رو با هم مقایسه میکنیم. ساده نست سایه ای میداد و میداد، میبینید که خیلی رنگی همطور که میبینید دوستان، این سایه خیلی تیره تر نسبت به سایه همسایه. بله، و همینطور ما مداد های قوی تر از این داریم به نام 9B. مداد 9B کسن از خیلی خیلی تیره تر از هر دوتای از این هستن که همتون میبینید. این سایه از این تیرت هست همطور که مشاهده میکنید، ولی فرق چندانی همطور که میبینید پایه‌ای و اساسی نگاه کنیم ندارن. به همزه خاطر مداد 5B اگه بینید و 5B و 9B مبینشون 6 یک عدد خیلی بهتری هست و مناسب برای نقاشی، برای اکثر نقاشی ها. خب این میداد که بود B5 بود، این میداد دیگه B9. اینجا شما تفاوت میدادها رو میبینید، تفاوت کارایی‌هاشون. همونطور که گفتم این رو میتونید اصلا نخرید، نیاز ندارید. این چی هست؟ این کاغذی هست که به شکل میداد درستش کردن و با این ما میتونیم سایه هایی رو که ایجاد کردیم محوشان بکنیم. همطور که میبینید اینجا سایه به صورت خیلی زیبا از تیره به روشن رفتن و بعضی جاها شما میبینید یک خطای سفیدی باقی مانده یا خطوطی یک مقدار سیاه‌تری هم دیده میشه. برای که اینا رو از بین ببریم با این محو کن ما میتونیم به نرمی اونجا فشار بدیم و این تولرانس و تفاوت میان سایه ها را کمتر بکنیم و اگه خیلی با محو کن دقیق تر کار بکنیم میتونیم حتی اونا را به صفر، فاصله شان را به صفر مطلق برسنیم. همطور که میبینید خطوط سفیدی که اینجاست میتونیم بسیار نرم ترشان بکنیم و از بین ببریم. خاصیت دیگه این مداد محو کنی است که میتونیم سایه ها را خودش رنگ گرافیت جذب میکنه و همطور که اینجا میبینید یک مقدار سیاه دیدم شد. این رنگ ما میتونیم پخش بکنیم روی برگه سفید، میبینید اینجا میتونیم رنگی را به جای دیگه منتقل بدیم در کنارش. اگه اینجا رو ملایم تر بکنیم بله دستم این محفکون است. خب
چیزایی که نیاز داشتیم این سه تا موارد بود، سه تا میداد. و برای پاک کردن ما یک پاکون نیاز داریم. پاکون ها هم انواع زیاد مختلفی دارن. بعضی از پاکون هستن که پودر مانند هستن، وقتی پاک میکنید خودشون به شکل پودر پخش میشن و هیچ چیزی ازش ریاضی باقی نمیمونه، چرا که پودر خودش ثابیده میشه و از بین میره، حالت چسبندگی به حالت برگشت ندارن. و بعضی از پاکون هستن که خیلی سفت هستن و حالت پلاستیک مانندشان خیلی شدیده، از اون خاطر با این موارد اگه پاک بکنید نقاشیتون خیلی احتمال داره خراب شده و اینطوری پاک کنید. این پاک کردن نبود، خیلی شما رنگ از این ور میداره، رنگ جای دیگه پخش میکنه و هر کار بکنید تمیز نمیشه. به همین خاطر در انتخاب پاکون، یک پاکون نرم یا حالت اگر روی دستان رویشون بکشید یک مقدار این پاکون ها زبر هستن، یا پاکون زبر بخرید حالت پودرمانان که دارن، یا پاکون های بخرید که نرم هستن، خیلی نرم هستن. و این مارک خیلی یک مارک خوب هست فکتیس. ببینیم که کارهایی چی هستن. بعد دستم اینجا رو خود پاک کنیم باید میدن با این پاکون. میبینید که پاکون جای را چندان خراب نمکنه، نقاشی را خیلی جایشون تمیزتر باقی میمونه نسبت به یکی. آد خب XXX large خیلی پاکون بزرگی بود. ما خودم شخصا چه پاکونی رو استفاده میکنم داخل نقاشه که با میداد میکشم، یک پاکونی هست به این شکل. خب این شکلش حالا اینطوری شده، ببینم یکی نو اگه داشته باشم بکن نشان بدم. خب میگذاریم پاکون رو پیدا میکنیم فعلا. برای این پاکون کس پاکون به پاکون خمیری معروفه، مانند خمیر هم هستی. از این پاکون خوبیتش هسته که به هر شکلی در میه. دیگه خوبیتی داره، هر جای خیلی باریک شما میتونید یک نقطه خیلی ظریف را داخل مثلا این نقاشی، اگه بخواید یک جای خیلی باریک را با پاکون وردارید، با این پاکون میتونید استفاده بکنید و دوزو نقاط گرافیت با پاکون از روی نقاشتان بردارید. خب دیگه خاصیت خوب از این پاکون چیسته که میتونید پاک بکنید، میبینید اینجا و سیاهی که داخل از این میمانه را شما میتونید راحت داخل خودش اجازه بدید حل بکنه و شما سیاهی را دیگه هرگز نمیبینید. پاکون به مرور زمان تیره تر شده میره، ولی کارهایش همون کارهایی هسته، همونطور میتونید استفاده بکنید ازش. میبینید دوباره به حالت اول خودش برگشت. این پاکون ما پیشنهاد میکنم یکی از اینا داشته باشید و هاشبه بخرید. به جای از این یک به شیش بخرید و یک پاکون خمیری. خلاص مفکون اگه داشته باشین بسیار لسه، اگه مفکون ندارین میتونید با دستمال کاغذی استفاده کنید، یا خیلی ها هستن که با دستی کار انجام دارن، با دست انجام دارن، یا میتونید با دستمال کاغذی دقیقا همون کار بکنید، چرا که
هر دوتاشون از جنس چوب است. خب دوستان، به پایان این درس داریم میرسیم. هیچ وقتی کار نکنید که روی نقاشی چای بریزید، مگم این که خیلی مواظب باشید. از چایتان لذت ببرید تا درس بعدی، توی کلیپ بعدی هم دیگر میبینیم بچه ها. خدافز.